در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسما خبرهای از رکوردزنی فروش آثار هنری در سال 2021، افزایش موج تحریم مراسم سالانه گلدن گلوب به دلیل مسائل نژادی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. افزایش موج تحریم مراسم گلدن گلوب. پس از انتقاد گسترده به انجمن مطبوعات خارجی هالیوود، برگزار کننده جوایز سالانه گلدن گلوب به دلیل نبود تنوع نژادی در این نهاد، شبکه NBC در مهمه اعلام کرد این جوایز را بایکوت می‌کند و مراسم 2022 را پخش نخواهد کرد. انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اعلام کرده دست به تغییراتی خواهد زد و تعدادی از خبرنگاران سیاه‌پوست را به جمع خود اضافه می‌کند. اما NBC گفته چنین کاری زمان‌بر است و به زمان پخش مراسم امسال نمی‌رسد. ادامه انتقادها تحریم بیشتر مراسم را در پی داشته است. نهمین دوره جوایز سینمایی و تلویزیون گلدن گلوب 9 ژانویه برگزار می شود، اما تا کنون هیچ یک از چهره های سرشناس نپذیرفتند به عنوان مهمان اعطا کننده جایزه در این رویداد حضور یابند. اعلام زمان ثبت نام ناشران خارجی برای نمایشگاه مجازی کتاب. ثبت نام ناشران و نمایندگی ناشران خارجی برای حضور در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از چهارشنبه 15 دی آغاز شد و به مدت 5 روز تا یکشنبه 16 دی ادامه خواهد داشت. متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت www.kitab.ir ضوابط و شرایط حضور در این نمایشگاه را مشاهده و نسبت به ثبت نام اقدام کنند. دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیمه اول بهمن برگزار می شود. افزایش فروش آثار هنری در سال 2021. فروش شماری از آثار محبوب در بازار هنر در سال گذشته میلادی افزایش قابل توجهی داشت و ارزهای دیجیتال در این زمینه بی تأثیر نبودند. برخی کارشناسان میگویند تقاضاهایی که در سال 2020 به دلیل محدودیت‌های کرونایی بی سرانجام مانده بود، یکی از دلایل این اتفاق است. ورود سرمایه‌داران جوان حوزه ارز دیجیتال به بازار خرید و فروش آثار هنری، رشد بازار هنر آسیا و تلقی سرمایه‌داران از سودده بودن این حوزه نیز از جمله دلایل مهم رونق‌گیری این بازار محسوب می‌شود. خریداران آسیایی حدود 40% از خرید آثار هنر معاصر در بازار را به خود اختصاص دادند و پس از آنها خریداران آمریکایی و بریتانیایی قرار دارند. ثبت یک سالن سینما در فهرست آثار ملی. مجموعه پاساژ و سینما اروپا در محله بهارستان تهران در فهرست آثار ملی ثبت شد. سینما اروپا در سال 1347 در تهران با نمایش فیلم جاده زرین سمرقند تهران افتتاح شد، اما سال 1390 آتش گرفت و سپس برای همیشه تعطیل شد. در حکم ثبت ملی این مجموعه تاکید شده که سینما اروپا مطابق قانون تحت حفاظت و نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد و هر گونه دخل و تصرف، توسعه و مرمت یا بازسازی صرفاً با تایید و نظارت این وزارتخانه ممکن خواهد بود. در گذشته چند چهره فرهنگی در ایران و جهان. در روزهای اخیر چند چهره عرصه فرهنگ و هنر ایران و جهان دار فانی را وداع گفتند. عطاءالله امیدوار، هنرمند عکاس، معمار، نقاش و نوازنده، شب 13 دی به دلیل بیماری درگذشت. امیدوار سال 1325 در شهر بافت استان کرمان به دنیا آمد و در زمینه‌های معماری، عکاسی و موسیقی تحصیل و فعالیت داشت. ساخت فیلم‌های کوتاه، خلق آثار هنری در حوزه نقاشی و برپایی نمایشگاه‌های متعدد از نقاشی‌های دیجیتال در فرانسه و ایران از اقدامات او بود. همچنین ریچارد لیکی، فسیل شناس مشهور کنیایی که با اکتشافهایش اطلاعات زیادی درباره تکامل انسان در آفریقا ارائه داده بود، در سن 77 سالگی درگذشت. انتشار تصویر او بر جلد مجله تایم و پخش مجموعه 7 قسمتی از او در BBC شهرت او را در دهه 80 میلادی دوچندان کرد. در این هفته بتی وایت، هنرپیشه آمریکایی در آستانه 100 سالگی درگذشت. حضور او در چند سریال و برنامه تلویزیونی محبوب باعث شده بود برخی لقب بانوی اول تلویزیون را به او بدهند.